بینندگان عزیز، با سلام دوباره خدمت شما. امیدوارم که اوقات خوبی در انتظارتون باشه، چون میدونم در این 20 روز گذشته، 21 روز گذشته اوقات خوبی نداشتید. متاسفانه با دستگیری و مرگ خانم مهسا امینی، این بار باز اعتراضات هنوز به اعتصابات نکشیده و من اتفاقا با دوستان که صحبت کردم گفتم تا زمانی که به اعتصابات نکشه این آخونده به اصطلاح سرکوبشون رو قطع نمی کنه. و چرا اعتصابات شکل نمی گیره؟ دلیلش اینه که مردم از لحاظ مالی وضع خوبی ندارن، چون ما شنیدیم در این چند سال گذشته همیشه میگفتن حقوق کارگران و کارمندان رو 2 ماه، 6 ماه، 1 سال اینها ندادن. بعد مردمی که تا امروز وضعشون به این بدی بوده الان نمیتونن افورد کردن، یعنی از عهده این بر نمیان که یک ضرر دیگه‌ای بدن و درآمدشون رو قطع کنن و بیان به اعتصابات و تظاهرات بپردازن. ولی باید یادمون باشه هر کس یک چیزی رو میخواد، اونم یه چیزی مثل آزادی، آزادی اجتماعی، سیاسی، فردای بچه ها، باید یه هزینه رو پرداخت کنه. این هزینه رو هرچه دیرتر پرداخت کنن قیمتش سنگین تره. و اما چرا من امروز برنامه گذاشتم؟ من دیروز یه جایی بودم که میشه گفت دوستان قدیمی که من از 30 چند سال پیش توی ویرجینیا باشون آشنا شدم، توی کار رادیو تلویزیون باشون آشنا شدم، تقریبا اونجا بودن، 30-40 نفری اونجا بودن و خیلی خوشحال شدم. ولی از یه نظر یک کمی ناراحت شدم که چرا من حرفی که زدم یا من درست نزدم یا این دوستان درست متوجه نشدن. چون صحبت بود که شما چی فکر میکنید، من گفتم تا رهبری نباشه، حالا چه خارجی، نه خارجی کشورهای خارجی، چه خارج از ایران، ایرانی های خارج از ایران، چه داخل ایران، من امیدوار نیستم. یکی از دوستان که اتفاقا تو کار رادیو تلویزیون هم بود، دکترم هست، به من گفت که آقای سوربی، شما که مخالف رهبر داشتن بودید، حالا چه؟ گفتم من کی گفتم؟ گفت خب شما 16. گفتم شما ویدیوهای منو نگاه کن. بهش میگم آقا شما اگر رهبری، مسئولی، بیا جلو. من کی گفتم هیچکی نباید باشه همینجوری شیر تو شیر و همه و نمیدونم؟ چون یکی از دوستان میگم نه، این جنبش سر خودش رو پیدا میکنه، رهبر خودش رو پیدا میکنه. یه بانوی اونجا خیلی حرف جالب زد، گوی این حرفی که شما میزنی مثل اینه که من کلید ماشین رو بذارم اونجا، به بچه ها بگم شما برین رانندگی کنین، یکیتون بالاخره بهتر رانندگی میکنه، اون شما رو به هدف میرسونه. ضمن این که میدونیم هیچ کدوم از اینا گواهینامه ندارن، رانندگی نکردن، تجربه ندارن. دوستان در ایران بچه های مدرسه ای، میدونید که دوره ما یه دبستان بود یا دبیرستان، بعدش هم دانشگاه، بعد از دوره ما درست همون آخرین سالی که ما ششم دبستان بودیم، سال بعدش شد 3 تا مدرسه، یکی شد دبستان، یکی مدارس راهنمایی، یکی دبیرستان. الان میگن مثل که دوباره برگشته به اون روش، که به نظر من اشتباه بود. اون فقط دبستان و دبیرستان اشتباه بود، چون شما یه بچه 12 ساله رو میومدی یه دفعه میفرستادی یه جایی که باید با 18 ساله و اینها باشن، درست نیست. در صورت که مدرسه راهنمایی یه بچه 11 ساله رو میفرستادن یه جایی که با 12-13-14-15 بودن، همین اینجا بهش میگن میدل اسکول یا اونجا مدرسه راهنمایی، حالا هر چی دیگه بخواد خودتون بهتر بدون. الان دوستان خوشحال هستن، افتخار میکنن که دهه 90 ها اومدن تو خیابون. اولا خودتونو بذارید جای پدر مادر اینها، شما حاضرین بچه دبستانی درباره سیاست، آینده ایران، آینده کشور فکر کنه و از اون فراتر بیاد تو خیابون تظاهرات کنه و از اون بالاتر اینها، دیدید قیافاشونو،
مثل این سوسکایی که همه چی پوشیده است. این فیلم های از ترانسفورمر اینا بچه ها بازی میکنن، یه مثلا موجودی یه دفعه آهن از همه جاش میاد بیرون، عوض میشه میشه یه چیز دیگه. اینا همشون همینجور هم مچمند داره، بازوبند داره، باتون داره. پوتین هاشون رو نگاه کنید، بعد از اون برم ماشین آب پاش و فران. این شاه بیچاره فکر میکرد همه ایران دوستش دارن، یه نیروی ضد شورش نداشت. اتفاقا در برنامه قبلی این دوست ما آقای موصل یه دوستان میگفت آقا سوری، شما اون موقعی که مأمور حکومت نظامی بودی ارتش بوده و ساواک. من اونجایی که بودم ساواک هم نبود، شهربانی بود و توی شیراز یه نیروی ویژه بود به نام هوابرد که ایربون بهش میگن اینجا. اینا یک کمیته مشترک درست کرده بودند و این کمیته مشترک هیچ کم نمیدونست با چی کار کنه، چون شهربانی با مردم دوست و آشناست، ارتشی اصلا مردم رو نمیشناسه. ارتشی تو پادگان هاست و آماده است برای اینکه اگر یک کسی حمله کرد از خارج، اونا برن نگهبان مرزها باشن. یه چیز شل قلمکاری شده بود و هفت بیجار میگن چی میگن، اصلا هم خوب نبود، کارساز نبود و به همین دلیل هم بود. از اون طرف رهبرم که آقای شاه باشه، ایشون مثل همیشه کیفش آماده بود و رفت. من شاه رو هر وقت فکر میکنم یاد اینایی میافتم که مامورای آتش نشانی دیدین لباساشون میاد پایین، چکمه آماده است، پاشونو میکنن تو چکمه، لباس میکنن برشون میرن. ولی شاه اینجوری بود، سه بار فرار کرد و فرارش هم خب امیدوار بود که برگرده، ولی این بار گویا امیدوار نبود، چون همه چیشون رو با خودشون بردن. صحبتای خانم فرع پهلوی رو شما گوش کنید، میگه نمیدونم تابلوهامون رو یه نفر اینجوری دزدید، جواهرها. خانم شما میگید ما رفتیم برای معالجه شاه، شما وقتی میری معالجه همه جواهرات و پتو و فرش و اینا رو میبری با خودت بیمارستان؟ نمیبری که. ولی اینا میدونستن دیگه جای اونجا موندنی نیستن. ممنونم آقای موثقی با ما هست، میگه دقیقا هنوز این جنبش سر مشخصی ندارد، هنوز چند دستگی و شیر تو شیر و بلا تکلیف هستن مردم. آقای غلامرضایی شاهین میگه که من معتقدم رهبر باید از تو خود ایران باشه. شما ببین حسن شهید مداری و پیدا شده مسیح علی نژاد میگه من رهبرم. نه، مسیح علی نژاد گفت من اون نیویورکر اشتباه گفته و اینا پس گرفت. آقای سبا تبار اینجاست که خودشونم برنامه دارن و آقای رهایی دوست خوبمون اینو تو خط آخران حتما سقوط میکنن. امیدوارم، چون خود خامنه‌ای هم صحبتاش نگاه کنید بارها گفته، خمینی هم قبلا گفته بود، الان ویدیوش این چند روز اخیر بیشتر میاد که بترسید از روزی که مردم ذات پنهان شما یا باطن شما رو ببینن و اون وقت دیگه خودش هم میگه فاتحتون خونده است. خود آخونده یکی دیگه هست میگه ما رو مثل ماهی به دریا میریزن، که طرف میگه آقا حیف دریا، میری دریا رو نجس میکنی، شما رو میریزیم تو چای مسترا و توالت و فلان اینا. از این چیزا باید بگذریم، باید به این فکر کنیم که بله هممون دلمون میخواد اینا برن ایران آزاد بشه، ولی از طرفی یادتون باشه نگاه کنید به تونس، نگاه کنید به مصر، نگاه کنید به لیبی. همه اینا جوونا اومدن و چیز استفاده از اینترنت و اینها بود، این بهار عربی شکل گرفت، ولی اون خلایی که ایجاد شد یه دفعه از توش اخوان المسلمین قدرت گرفت، نمیدونم حزب الله اینجا اونجا. الان نمونهش شما عراق و طالبان توی افغانستان و اینا نگاه کنید. یه مصاحبه هم آقای احمد علی مسعود انصاری، من خیلی تعجب میکنم که هنوز بعضیا دنبال اون حرف آقا نمک خورده نمک ده. آقای انصاری میگه من فقط نمک خدا رو خوردم، من کار کردم توی دربار یا توی دانشگاه حقوق گرفتم، بعد اونا بودن که نمک مردم رو خوردن و نمک دون شکستن. ولی با همه اینا بعضی ها یه ضدیت خاصی، خصومت خاصی با ایشون دارن، چون خانواده پهلوی رو بیدلیل دوست دارن و بت پرستی میکنن. ولی حرفی رو که با آقای فرامرز دادرس میزنه با دقت گوش کنید، چندین بارم میگه این حکومت با دروغ اومده، با دروغ و با زور خودش نگه داشته. ولی یادتون باشه 10 بار همین حکومت گفته
اگر اینا نبودن که ما بفرستیمشون سوریه، اگه ما افغانی رو استخدام نمی کردیم، حالا باید بگیم افغانستانی، افغانستانی رو استخدام نمی کردیم بفرستیم سوریه، اون وقت داعش می مد اونجا. فکر این هم باشید، فکر خلأ باشید. آمریکایی‌ها میگن then what، بعدن چی؟ من با ماشین دارم رد میشم، شیشه رو میکشم پایین، به شما میگم که بفرمایید سوار شید. شما اول میگی نه خیلی ممنون، میگم نه من دارم میرم سوار. شما بعدش میگی شما کجا داری میری، کجا میری که من سوار شم؟ میدونی من اصلا ممکنه از این وری نمیرم، دارم راه میرم، ولی میخواستم آخر خیابون دور بزنم برگردم برم خونم. خلاصه یه کمی باید یکی پیدا بشه. این جنبشای بی سر من هنوز ندیدم. یکی میگه آقا انقلاب فرانسه هم رهبر نداشت. گفتم والا من تاریخو اونجوری که باید شاید نمیدونم، ولی هرچی انقلاب دیدیم و شنیدیم، حتی اگر اولش رهبر نداشته، فوری یه گروهی اومدن رهبری کردن، بعد از تو اونا یه نفر اومده رهبر شده و این بار سنگین رو به مقصود یا مقصد رسونده. حالا یکی شده انقلاب نمک هند و یکی شده نمیدونم انقلاب آمریکا، انقلاب حالا همین آمریکا. ببینید چند تا انقلاب کرده تو این 250 سال گذشته، انقلاب کردن، بعد با خودشون جنگ داخلی کردن، بعد رسید به این که اوکی الان خانوما نمیتونن رای بدن، اونا اومدن رای بدن، بعد رسید به این که سیاها حق ندارن، اومدن به سیاها حق دادن. همین الان توی آمریکا توی قرن 21 دارن سر این که خانما حق ابورشن یا سقط جنین داشته باشن یا نداشته باشن. طرف میگه اگه یک کسی به یک خانمی تجاوز کرد، از حاصل این تجاوز ایشون حامل شد، بازم حق نداره این بچه رو سقط جنین کنه. اگه بچه مریض بود، نمیدونم اینجوری خواست دنیا بیاد، بازم حق نداره. یعنی اینجا هم اختیار بدن خانم ها رو آقایون میخوان به عهده بگیرن. آقایون کیان؟ شما بیان این 530 نفر نماینده مجلس رو، قیافه هاشون و سناشون رو نگاه کنید. عصر بیان اینجا 25 دقیقه با ما فاصله دارن، با ماشین برید دم این کپیتال. این آقای رهایی میدونه من چی میگم، چون خودشون دور و برا کار میکنن. ببینید اینایی که پیرن، چون اینایی که نماینده این شهر و اون شهر هستن، وقتی میان اینجا یه آپارتمانی میگیرن، همشون هم یه آپارتمان ارزونی میگیرن، چون میدونن از صبح تا شب توی مجلسن، همونجا دوش میگیرن، ورزش میکنن، از عصرم که میان بیرون توی این میکده، توی اون رستوران با این دارن یه شام میخورن، با اون دارن یه شام میخورن. یه بار مجاهدین خوراک مجانیشون میده، یه بار دوستان کرد، یه بار دوستان بلوچ، فلان اینا بمانه. ولی آخر شب که میشه، هر کدوم از اینها نگاه کنید ببینید با این دخترای جوون و پسرای جوون، حالا چه مرد و زن فلان اینا، کجا میرن، چه کار میکنن. اون وقت اینا میخوان سرنوشت یه مملکت 330 میلیونی رو در دست بگیرن. یعنی انقلاب ها همینجوری ادامه داره. توی فرانسه یادمون نرفته که این جنبش جلیق زرد ها تا پارسال بود دیگه، آقای موثقی اونجا بود، عکس میگرفت میفرستاد. چی میخوان؟ رسیدن؟ نرسیدن؟ اینی که آخونده میاد میگه اینا دبل استاندارد دارن. دبل استاندارد یعنی یک بام و دو هوا. میگه وقتی کشورهای دیگه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن، همشون ساکت میشن، ولی کشور ما بدونی که پرونده رو بدونن، البته پرونده که دیگه معلومه، بابا فیلمی که نشون میده میزنین اینجوری با چوب و چماق تو سر مردم، دیگه این احتیاج به دلیل و دادگاه و اینا نداره، مردم میتونن از رون قضاوت کنن. خلاصه اوضاع بدیه. ولی برگردیم به صحبتی که دیروز بین من و این دوستمون شد. آقا خانم، ما اگه از روز اولم آمدیم و گفتیم اون کسی که مسئوله باید به سوگندی که یاد کرده وفادار باشه، حرف ناسزایی نزدیم، حرف به جای زدیم. بنده یه زمانی دبیر بودم، بهم گفتن بیا باشو رئیس هنرستان، گفتم من تجربهشو ندارم و نمیخوام یه مسئولیت به این بزرگی. ولی اگه شده بودم، اگه فردا یه اتفاقی میافتاد، میگفتن مدیر هنرستان محمد رضا شاه یا هنرستان طالقانی کیه، بنده میمدم جلو میگفتم منم، من باید جوابگو باشم. اصلا کلمه مسئول یعنی کسی که به سوالات پرسیده شده توسط مردم پاسخ بده. شما مسئولیت این دولت جمهوری اسلامی رو نگاه کنید چقدر مسخره و خنده داره. همین این دولت شاه، همین این دولت خانم رجبی، هیچ کس جوابگو نیست.
و الا اگه اینا دولت درستی بودن، روز اولی که این اتفاق می افتاد باید می اومدن می گفتن وزیر کشور، رئیس شهربانی بیاد اینجا بشینه جلو تلویزیون صحبت کنه. یه ویدیوهای این شاهین میذاره نگاه کنید، طرف آخونده میاد میگه نمیدونم مرغا با هم صحبت میکنن، کبوترها میگن وای حسین کشته شد. تلویزیون ایران یکی و دوتا کانال هم نیست، این برنامه ها رو در اختیار این آخوندهایی که بیکارن میذاره، میان صحبت میکنن، این مزخرفات تو کله مردم میکنن، ولی نمیاره مسئول رو بشونه اونجا. مثلا یه بار این کاری کردن دیگه، علی کریمی یقه یکشون گرفته میگه آقا این پولایی که شما به هم دادید و فلان، میگه نه ندادیم، میگه آقا اینا کاغذاش. یادتونه موقع مناظرات احمدی نژاد و همین میرحسین موسوی و اینجوری چجوری اومده بودن شورت و کرست زنای هم یکی دیگر رو میآوردن رو بند رخشویی نشون میدادن؟ تلویزیون مملکت آزاد باید اینجوری باشه. شما نگاه کنید اینجا پدر این ترامپ رو درآوردن، الان 2 سال رفته بیرون، هر شب باز اینجا یقهشو میگیرن، یقه خودشو میگیرن، یقه پسرشو میگیرن، یقه دخترشو میگیرن، و هر دادگاهی که شما میرید شکایت اینها شده. ولی این برای خودش رفته، بعد 17 روز اومده، تازه اونجا هم با این دست چلاقش میخونه که ظلم شده به پاسدارا. خب میخوام بهشون یکی یه درجم بده، هر کی یه چوب زده چقدر ستاره متارهای زشت ستاره رو برشتن، یه مشتی یه مشتی علامت گذاشتن، نمیدونم مثل این نقاشی های مال مسجد و مال کاشی ها هست، مثلا میگه جناب سروان، بعد ببینی 4 تا قبه هست، نمیدونم اون وقتا با یه سیستمی بود، ستوان 3 بود، ستوان 2 بود، ستوان جناب سروان بود، بعد میشد سرگرد و نمیدونم سرهنگ و نمیدونم سرتیپ و فلان، اینا همه رو ریختن به هم، یه چیزای مزخرفی درست کردن. طرف آرم بازوش از جلو اینجوریه، این آرم اینجوریه، زشت بمانه. میگه بله دقیقاً، تا قبل از داستان کرونا جلیق زردها بودن و الان جدیداً دوباره هر رگه‌ای در مقابل برج ایفل. بله میان، من گفتم آقای اکبری هم اینجا، سلام آقای اکبری، حال شما چطوره؟ گفتم که اگر این جمهوری اسلامی اینقدر عقل برش مونده بود، روز دوم می اومد می گفت ما از شما می خواهیم بیان تظاهرات، تابلواتونم بیارید، نوشتهاتونم بیارید، بگید چیه، بنویسید چیه، ما بتونیم بخونیم از طریق تلویزیون و اینها و چیز کنیم، نه اینکه هر کسی میاد شما بزنینش بعدم بگید این آمریکاییه، این اسرائیلیه. احمق اسرائیل میاد تو خیابونای تهران و تو این ور اونور چیزایی که انقدرم سکیوریتی دارین، این اینجوری که میکنن، یعنی توی گیومه میگن کد ان کد، این کد دوتا علامت اینجوریه مینویسن وقتی میخوان بگن این کد شده از یه جایی، کد ان کد، ما به ایرانی میگیم گیومه. احمق اینا میان دانشمندای اتمی تو میزنن و میکشن و میرن، تو اخبارم میگن ما بودیم، هیچ کارشون نمیتونی بکنی. باید تو وایستادی بچه مدرسه‌ای 4 تا نمیدونم کرد که یه پیامی دادن، 10 نفر بلوچ که یه چیزی گفتن، شما میگی اینا آمریکایی اسرائیلی بودن، همه رو هی میبندی به این و اون، طرف هم میگی خب این که منو متهم کرده پس بذار برم پدرش در بیارم، میره با چوب و اسلحه و تیرکمون رو نمیدونم فلان میاد سراغه. ولی یه چیز جالبتری که این بار اتفاق افتاد، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم 90% به اصطلاح فکر میکنم که خانم مهسا چون کرد هست سنی هم باید باشه، از اون طرف هم این طرف، ببین کردا این ور وست بودن دیگه، غرب ایران، بلوچ این ور ایست یا شرق ایران بود، الان این ور بلوچا و اون ور، حالا عربا هم یه مقداری اونایی که جنوب هستن بندر عباس و اینها سنی دارن، ولی عربای ایران معمولا شیعه هست. ببینید الان این ماجرای سنی و شیعه هم اونجا راه افتاده و یک شرایط بسیار خطرناک شده. دوستان اگر مایل هستید اینجا بنویسید، من نظرات شما رو میخونم و دوستان دیگه هم نظر بدن، خیلی ممنون. آقای رهایی یه جورایی با من موافقه، آقای آتیلا آریا بسیار فعال و من به نوبه خودم تشکر میکنم، هم به شوخی هم به جدی چیزایی رو که یاد من و دیگران میده
من ممنونم از ایشون، از ضرب المثل گرفته از این چیای مذهبی علکی و الی آخر. و دیروز یه ویدیوی از ایشون دیدم که گفت اینا مردم رو گول زدن، نگاه کنید این شیر خورشیدی که روی سکو است. من نمیتونستم اونجا برات بنویسم فارسی چون سر کار بودم، میخواستم بنویسم ببین این مجاهدان چون همشون سالمند و یه مش پیرپاتال و از کار افتاده هستن، شیر بدبخت ایرانی رو هم کردن رو سکو، باید از پله بره بالا. من تا حالا متوجه همچین چیزی نشده بودم. آفرین به شما، به دقتت که گفتی این پرچم اینا شیرشون روی سکو هست. حالا اگه دوستان یکی داره اینجا نشون بده، این یک انقلاب و یک انقلاب مردمی هستش. ببین آقای رهایی، همه انقلابا همه فکر میکنن مردمیه، میان همراه میشن، بعد میبینن ای داد بیداد، این اینجوری که من میخواستم نبود، چون توی شور و هیجان تصمیم میگیرن. اینه که من اگه دقت کنی در این برنامه گفتم امیدوارم بیشتر از عقلمون استفاده کنیم، کمتر از اون احساسات و شور حسینی. تمام قتلایی که اتفاق میفته، تمام دعوایی که اتفاق میفته تو خیابون، با چاقو هم دیگر میزنن، اینجا با اسلحه هم دیگر میزنن، با ماشین هم دیگر میزنن، از جاده این ور ور پرت کنن، اون موقعی که طرف از احساساتش داره استفاده میکنه، عصبانیه. کلمه عصبانی یعنی چی؟ تعصب پیدا میکنه به یه چیزی که من راننده بهتری ام، آقای اکبری پیچیده جلو من، با برم پیچیدم جلوش از جاده بندازش بیرون. احتمالا آقای اکبری تو آلمان احتیاج به ماشین نداره، چون من همون آلمانم وقتی ماشین داشتم می اومدم ماشینمو پارک میکردم بانهوف یا ایستگاه راهن و با قطار میرفتم. اون موقع هم زمان واکمن بود، آلمانی گوش میدادم، اینا عجب دنیایی بود. از بادگیروتسناخ میرفتم ماینز و بعدم بعد از ظهر میرفتم فرودگاه، پرواز ایران میومد بریم بالاخره معامله کنیم، از خاویار خریده تا نمیدونم صنایع دستی اینا، و اینجوری امور بگذرونیم. و اون دوستی که دیروز به من میگه آقا شما وقتی اینجا دانشجو بودی و بابات برات پول میفرستاده، من با همسرم و با دو تا بچه توی آلمان شدیداً با اون وضع نگران کار میکردیم سخت، ولی با همه اینا برای آقای رضا پهلوی میرفتیم این ورور میدویدیم، آدم جمع میکردیم، جمعیت جمع میکردیم. اون آقای آیدن الان شنیدم چیز گرفته، آلزایمر گرفته. اون موقع اون کارهایی که اونا میکردن، پاسپورت های پناهنده ها رو میگرفتن، میگفتن با پاسپورت نرین، این پاسپورت ها رو میفروختن به افغانستانی ها، اونا برمیگشتن. حالا چه ماجراهایی هم اینجا بوده، یه طرف مینی مثلا به نام بنده یه افغانی رفته اونجا یه جنایتی انجام داده فلان اینا بمانه. اون موقع ما طرفدار این بودیم. آقا مثل الان که این بچه ها همشون با خمینی و عکس خامنه اینا بزرگ شدن، ما هم با عکس شاه و فرع و رضا پهلوی بزرگ شدیم. ولی اومدیم اینجا دیدیم آقا این عمه‌شو برده دادگاه، بعد یه مدت دیگه آقای احمدعلی مسعود انصاری رو برده دادگاه، گفتیم آقا اینا که با خودشون اینجوری هن. طرف دیدین شعره میگه این که با مادر خود زنا کند، تو ببین با دیگرها چه ها کند، اینا اینجوری هن. که حالا شایعاتی که نمیدونم برادرش هم اینجوری، دوست دختر برادرش هم اونجوری و اینها بگذاریم. بعد انسان حق داره دوستان، هر هفت سالی که میگذره باورتون میشه؟ مثلا دیدید حتما شما تعجب میکنید، میگید چجوری این قلب من 66 ساله، شما یه چیزی رو بذار یه جایی خیس فردا که میاد کپک زده، ولی این قلبت مثلا مال من 66 ساله، یکی میگه 90 خورده سالشه، چجوریه یه چیز خیس گوشت توی یه گرمایی همینجوری داره کار میکنه، هیچ طورش نمیشه. هر هفت سالی تمام سلها یا سلولای بدن شما عوض میشه، حتی قلب شما. باورتون میشه من وقتی اینو خوندم و ویدیوشو دیدم اصلا داشتم شاخ در میبردم. همینجوری مثل ناخون که میاد یواش یواش شما میریزی دور، معلوم نیست این سختیه از کجا میاد و فلان اینا، اینا هم همینجوره، همینجوری که پوست سلولا میریزه تازه میشه فلان، داخل هم همینجوری انجام میشه. و مغزم همینه، مغزم آدم ها عوض میشن. شما نباید آدم 10 سال قبل باشی، شما نباید مولا نصرالدین باشی بگی حرف مردی کیه. آقا تا دیروز شما فکر میکردی رضا پهلوی آزادتون میکنه، وایستادی دیدی نمیکنه، خب برو یکی دیگر رو پیدا کن. هی به دیگران فحش نده، به دیگران حمله نکن،
اصلا من تعجب کردم که این دوست ما که دکتره و برای نمیدونم سازمان های مهم آمریکا کار میکنه، اینجوری گفتم آقا من 3 بار رضا پهلوی رو زیر سوال کشیدم. برید بزنید توی گوگل بنویسید سوربی فاصله رضا پهلوی، 3 بار ازش سوال کردم که آقا شما هستی یا نیستی؟ آقای موثقی یادم شما یه زمانی نونوایی میکردی، همه دستاتم هم سوخته بود. اگه من میمدم بهت میگفتم آقا شما نونوا هستی یا نیستی، شما میگفتی اگر مردم بخواهند من نونوا هستم، اگر نخواهند شاه میشوم. میگفتی بله هستم. فردا اگر ازت میپرسیدم میگفتی نه، دیدم شغل خسته کننده ایه، منم دیگه دارم سنم میره بالا، حالا رانندگی میکنم. این کجاش اشکال داره؟ اگه من یه سوال به این سادگی نتونم از کسی که توی 17 سالگی خودش ویدیوش هست میگه 62 میلیون دلار پول داشته، بعد تازه آقای احمد علی از مسعود انصاری که هم فامیلشونه هم چیزشون بوده، چی میگفتن کاردار میگفتن، چی میگفتن اینایی که تو ادارهشون کار میکنه حسابدار همه کار هست، این گفت آقا اینا این یه قلمشه. گفت درست میگه، 62 میلیون نقد یه قلمشه. اونایی که تراست میدونید به شاه مشاوره میدادن، مشاوره کی میدادن؟ آمریکایا، سوئیسیا. چیکار کن؟ آقا پولتو به اسم خودت نذار، پولتو بذار به اسم شرکت ABC CPS خلیج فارس فلان بیسا، که هر کی میره برسه به بنبستی نتونه بفهمه که آقا این شرکت مثلا شیراز کورپوریشن یا شرکت شیراز با مسئولیت محدود مال آقای اکبریه. اوکی؟ چرا این کارو میکنن؟ خدای نکرده فردا که آقای اکبری افتادی طوری شد، کاغذاش هم کجاست؟ توی صندوقای امانت سوئیس بانک. برید داستانای زمان جنگ جهانی دوم رو بخونید که این کلمه ها که انقدر زرنگ بودن، ببینید چجوری هیتلر و حکومت و سوئیس، بانکای سوئیس که انقدر میگن ما صلح طلبیم، ما بی‌طرفیم، ما فقط پنیر میفروشیم و از این چاقوهای کوچولو، شما ببینید اینا چجوری دارایی مملکت ها رو بردن و خوردن. ماجرای پولای شاه هم این میشه. یک کلمه هست به نام تراست که همون مثل اطمینانه. مثلا تو ایران یادم شما مثلا میگفتی اگه من فوت شد مثلا داداشم مسئول بچه ها و اینا باشه، که اینجا گاردین بهش میگن، یه نفر که قبولش داری اون. اینجا شرکت ها هست این کارو میکنه. و وقتی شما ریغ رحمت رو نوشیدی و رفتی، سرکشیدی رفتی، اینا همین که طرف نتونه پیدا کنه این پول مالکیه، خوردن و بردن یا علی مدد. اینم از این. امیدوارم این توضیح کامل بوده باشه. این یک انقلاب مردمی هستش. آقای آتیلا هم، منم از شما ممنونم به خاطر چیزایی که ازت یاد گرفتم، به خاطر اینکه خیلی با صبر و حوصله با دوستان مدارا میکنی، با دشمنان مروت داری، ممنونم ازت. آقای اکبری میگه در آلمان به خصوص در برلین اصلا به ماشین احتیاج نداری، هر کوچه پس کوچه ای اتوبوس و مترو میره. کاملا موافقم و امیدوارم بیام یه سفر برلین، یه سفر آلمان که فرانکفورت و برلین و کلنم. حالا دیگه حتما باید بریم یه سری با آقای آتیلا هم بزنیم، توی برنامه هام هست. ولی ما دیگه کم کم شدیم وصفل ایش نصفل ایش، هی میگیم همون 50% ایش برامون کافیه. خب دوستان عزیز، ساعت 2:35 است، فکرم 2:55 است، پس وقت داریم. خب میگه بله آقای سوربی دقیقا، خوب به خاطر دارید. خب آقایی یا خانمی به نام اتبا سیمین، سیمینم آخه احمق، کدوم خارجی اینو میخونه سیمین، میگه قرصاتو خوردی؟ اگه منظورت قرصای چیه؟ لازم ندارم. آخه من نمیدونم اولاق، میای اینجا قشنگ نظرتو بنویس. دوستان شما برای این خانم اتبا شما نگاه کنید، اسم و عکس و نمیدونم اون بدبخت پیرمرد کچلن باهاش کیه. اوکی خب تلویزیون ها مخصوصا شبکه اینترنشنال در لندن رسما برای تجزیه ایران. این هم از این. همین به این دوستمون که دیروز این سوال میکرد گفتم آقا مثلا تلویزیون شبکه اینترنشنال شما باید ببینید این مال کیه، از کجا اومده. بعد میگه نه آقا شما الان تلفن اپل تو جیبته، میپرسی این از کجا اومده؟ گفتم بله آقای استیو جاب درستش کرده، 1000 دلار هم باید بدی بخریش.
نمیخوای برو سامسونگ بخر 300 دلار، برو نمیدونم او یکی دیگه ال جی فلان اینا بخر 100 دلار. خب بذارید من این خانم سیمین اتبار رو بلاک کنم چون اینا آدم بشو نیستن، یا ولش کنم باشه گوش کنه شاید یه چیز یاد بگیره. جالب اینجاست که جزء فرندای ما هست. دیدم یه نفر نوشته بود آقا خانم تو اگه با من هم عقیده نیستی چرا با من فرندی؟ این کلمه فرند توی فیسبوک اون کلمه فرند درست نیست دوستان، چون نیزشته فرند، نیزشته انمی، نیزشته مخالف، نیزشته موافق، یه کلمه گذاشته که این بتونه مثل یه سوراخه که این بتونه بیاد گوش بده. حالا یکی میبینی دوستت میاد از این سوراخ صدا میزنه بیبریم چای بخوریم، یکی هم میبینی مثل این خانم احمق که نوشته سمین، سی انگلیسی مین، مثل اینا مثلا اسم شهناز مینیسه شه، اون ور مینیسه ناز. حالا ما با آقای غلام رضایی میگیم آقا غلام رضایی شما با فارسی که سر هم نمینیسی، قشنگ غلام رو بنویس، رضایی هم حتی اگه سر همه آرش رو بزرگ بنویس. ماشاءالله فامیل 17 18 تا آلفابت که کسی نمیتونه اینو بخونه، حتی ما ایرانی ها که میخوایم فامیل همدیگر رو بخونیم مشکله برامون. در هر صورت خب اینم از این. گفت که شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. اینم سرخر برنامه امروز بود. نمیدونم حالا به اصطلاح برنامه زنده ما هنوز ادامه داره یا نه، چون نباید از این کامپیوتره میرفتم تو اون صفحه، متاسفانه اشتباه کردم و رفتم، ولی مهم نیست، ما برنامه چیز مهمی هم نمیگیم، خیلی از این چیزهایی که من میگم اینو میذاریم. بله آقای همایون مبصری، آقای مبصری الان روزایی است که شما باید با این تجرباتی که داشتی برای ما یه مقداری صحبت کنی، همینجا هم اگر صحبت کنی من میخونم، خیلی ممنون. میگه محض خنده بگذار این خانم باشه. چشم. آقای اکبری هم میگه اتفاقا اینجور آدم ها رو بلاک نکن، بذار باشن. ما وقتا میگفتیم آقا ما خیلی خوشحالیم شما باشی، شما نباشی ما کیو مسخره کنیم. خیلی ها به این کلمه کیو میگن کیرو، آقا کیو یا بگی چه کسی، چه کسی رو مسخره کنیم. حالا این خانم سیمین اتبا نمیدونم والا. آقای موثقی هم که همش داره دست میزنه، آقا خسته نباشی. خب دوستان عزیز، من امروز نوشتم برای تیتر برنامه جنگ داخلی در خارج از ایران آغاز شد. بعد هرچی فکر کردم گفتم خب هر کی اینو بخونه میگه آقا جنگ داخلی باید داخل باشه. بعد نوشتم جنگ داخلی تو پرانتز ایران از خارج از ایران آغاز شد. حتما دیدید فکر کنم تو سوئد بود، یه گروهی وایسته بودن این و کمونیست بودن و کرد و اینا بودن، پرچمای خودشون آورده بودن، یه گروهی وایسته بودن اونجا، حالا یا سلطنت طلب بودن. آخه این سلطنت طلبان قربونش برم گیجن، میگی تو چی میگی من مشروطه، میگم مشروطه رو بیار با هم یه نگاهش بکنیم. مشروطه باید شاه شما 4 تا آخوند امضا کنه، میگه نه. میگم خب پس مشروطه خواه نیستی، چی میخوای؟ میگه حکومت پارلمانی فلان. میگم مثل کدوم کشور، اسم ببر. خلاصه کارمون خیلی خرابه، دلیلش اینه که اطلاعات کافی نداریم. هممونم این روزا میخوایم بشینیم در مسند استاد بودن. شما حتما دیدید بارها من تو برنامه هم هست به طرف میگم دوستان این کلمه استادو برای همه استفاده نکنید. من الان میبینم طرف دو تا گیتار میزنه، میره یه دانش آموز میگیره بهش میگن استاد، اون یکی نمیدونم میره دو تا کلاس خصوصی درس میده میگنش استاد. بابا خیام بیچاره گفت من این همه در کجا بود کوزه‌گری کردم مال روزگار و اینا، در کار خود هنوز استاد نیام. این رو شما سرمشق قرار بدید، استادی باید یه درجه ای داشته باشه، از یه جایی گرفته باشه. حالا از دست PhD و مهندس و دکتر کم در عذاب بودیم که این کلمه استادم بهش اضافه شده. ولی برگردیم به این جنگ داخلی از خارج. یه ویدیویی هست از آقای فیروز نادری. این آقای فیروز نادری هم خب همشهری ما هست، سالها آمریکا بوده، توی ناسا کار کرده، توی شرکت‌های
خوب و اینها کار کرده و کاری به ایرانیان نداشت. نمیدونم سر چه موضوعی شد یه دفعه اسمش اومد تو رادیو تلویزیون آقای شهرام همایون که فوری استدیو به نامش گذاشت، اون یکی گفت به نام رستوران نادری من نمیدونم برای این کارو میکنم. اینا همه دنبال این بودن که بلکه یه پولی از این بگیرن. اولا بالای 70 سالشه، هنوز زن نداره، مجرده، خب احتمالاً وضع مالی خوبی داره، همه چشم طمع به اصطلاح دارن به پولش، ولی اونم آدم زبلیه. این خب مثلا نیاک برنامه میذاش اینو دعوت میکرد، فوش آقا این جزء نیاک. خلاصه این روزا اومده میگه که من نگاه میکنم به اپوزیسیون ایران، میبینم اپوزیسیون ایران. آقا این خانمه فکر کنم به اون شوهرش میخواسته بگه قرصتو خوردی، برای ما اینجا نوشته، چون بعضیا انقدر ایران چون انقدر درگیر میشن و ماشاءالله من انقدر خوب صحبت میکنم که خانم اصلا یادش میره کجا هست، باید به یه جای دیگه بره و به یکی دیگه بده، اومده اینجا بگذره. آقای نادری میگه اپوزیسیون مثل یه دایره وایسادن روبرو هم به هم شلیک میکنن. خیلی قشنگ میگه ها، میگه مثل یه دایره وایسادن روبرو هم به هم شلیک میکنن. والیبال وقتی تمرین میکردین یادتونه دایره میزدین اینجوری، مثلا 5 نفر 10 نفر 8 نفر میزدی یه توپ بچرخه یاد بگیره از زوایای مختلف، ساعد نمیدونم فلان اینا اینجوری. خب حالا همین آقای فیروز نادری، شما یه جا اسمشو بیا، اون یکی میگه مامور جو، اصلا این میگه آقا من اصلا ایران نمیشناسم، فقط با اخبار با ایران آشنا هستم، اصلا نمیره نمیاد، چون از لحاظ خانوادگی هم پدر مادرش همون قدیما طلاق گرفتن، یه به قول معروف به قول اینجا یا میگن بروکن هاوس، یعنی اینجوری بوده. ولی ما حالا جنگ داخل، طرف با افتخار میگه ما اینجا وایسادیم با این پرچما، حالا میخوایم بریم بهتون نشون بدیم چه به سر اونا میاریم، میرن با پرچم به هم حمله میکنن. خب این کار را آقای آتیلا خیلی قشنگ انجام داد، گفت اینا کلک زدن به ما، من اگه میدونستم اینا هستن 100 سال نمیمدن، ولی الان که اومدن دستشون رو میکنم. میگن مجاهدین دلق، این دلق یعنی دروغ و اینها میشه دیگه، نه که توی شعری هم داریم که چی به آیین و دلق و نمیدونم فلان نیست. در اصل بگذارید، چشم بذارید این خانم اینجا باشه، بله دیگه به قول معروف یک خانم رقاص هم لازم داریم، یه قری بده چیزی بنویسه بخندیم. میگن که آقای رهایی نوشته اینو، خدا رحمت کنه این آقا رضا رهایی چقدر مرد خوبی بود. من هیچ وقت یادم نمیره میخواستم قایق بخرم، بعد به من گفت حالا شما این قایق رو کجا میخوای نگه داری، شما که تو آپارتمان زندگی میکنی. گفتم خب یه جایی هست اجاره میدی نگهش میدارن. گفت خب بنویس مای اینقدر، بعد هفته چند روز استفاده میکنی؟ تو که من هر وقت میبینم اینجا داری کار میکنی. دیدم راست میگه، خدا رحمتش کنه. و آقای سوربی، یک پیشنهاد برای احمقها، برای متوجه کردن احمقها در مورد اشتباهشان تلاش نکنید، احمقها متقاعد نمیشوند. راست میگه، معروفه، میگن کسی که خواب باشه شما صداش میزنی بیدار میشه، ولی کسی که خودشو به خواب زده شما هر چی هم صداش بزنی تکونش بدی اون باز خودشو به خواب میزنه. و احمق ها کسایی هم که خودشونو به خواب زدن. شما نگاه کنید تو قرن 21 اینا هنوز بت پرستی میکنن، حالا چه طرفدار مجاهدین باشه، چه طرفدار نمیدونم رضا پهلوی باشه، چه طرفدار این مسیح علی نژاد باشه. مسیح علی نژاد که گندش رو این خانم چیه سالی دوست چیز در سالی یا سالی دوستت داریم سلی آتیلا خدا بگم چیکار کنه، این گندش بالا آورد، یه نواری آورد از این که ببینید این زنی که دیرتر از همه ما رسیده اینجا، بیشتر از همه ما و گرونترین خونه رو خریده تو نیویورک، بعد چجوری پول از چه کسایی، از مادر کس، از مادری که بچهش کشته شده اینا پول میسازن. باورتون میشه؟ از مادر کسی که بچهش کشته شده هنوز کفن اون داغه و هنوز این خانم هیجان زده هست، اینا میرن فوری باش مصاحبه میکنن، 10,000 یورو 10,000 یورو از هم دیگه میگیرن. برید پیداش کنید نواری که این خانم سالی یا سالی سالومن اسمش سالی در باره معصومه قومی صحبت میکنه یا همین مسیح علی نژاد،
و ببینید چه افتضاحی تو رادیو تلویزیون ها. من افتخار میکنم که از سال 2003 این اولین تلویزیون اینترنتی که باز کردم تا 2006 که با خرج خودم بود، 2006 گفتم هر کی میخواد بیاد اینجا میتونه حرف بزنه، ولی باید برای حرفش یه هزینه‌ای بده. طرف گفت آقا پول میخوای بگیری؟ گفتم اونایی که نمیگیرن ازشون سوال کن از کجا پول میارن. من میگم به شما اگه میخوای امروز من اینجا باشم باید شما یه هزینه پرداخت کنی. حالا اون موقع از استریمینگ اکسپنس خرجشو نمیدونم دوربین و چراغ و مراغ و اینا گرفته تا الی آخر. الان این هزینه ها خیلی کم شده، ولی بنزین یه دلاری رو ما الان داریم میدیم 5 دلار 6 دلار. خب اون هزینه ها باید یه کسی پرداخت کنه. من که مال خودم پرداخت میکنم. شما باید خیلی آدم مفخوری باشی که توقع داشته باشی من هزینه شما رو پرداخت کنم. در اصل اینم از این. خیلی ممنون آقای طنازی، چشم، سعی میکنم این کار رو انجام بدم. دوستمون آقای نیساری اینجاست که خیلی ممنون، ایشون تلویزیون ما رو به عنوان تلویزیون آزاد مردمی اینجا نوشته. من ممنونم، این به خاطر وجود آدمای مثل شماست که با وجود اینکه بعضی وقتا من و شما عقیده مختلفی داریم در روبرو شدن با مشکلات، در این کار انجام دادن اون کار انجام ندادن، ولی شما میای اینجا میگی باز من از این سکو میخوام حرف بزنم، چون باور دارم که این یه سکوی آزاد هست و برای همگان هست. دوستان ما روزی که اسم اینو گذاشتیم تلویزیون مردم، یعنی آقای اکبری مردمه، آقای رهایی مردمه، آقای نیساری مردمه، آقای موثقی مردمه، آتیلارم راه میدیم بیاد تو، اونم مردمه، همه میتونن اینجا حرف بزنن. ولی وقتی یکی داره حرف میزنه اون یکی دیگه با کمال احترام باید گوش بده. اگر دوست داشت بپیونده عمل کنه. من بارها آقای نیساری و دوستانشون حرفایی که زدن باور نداشتم که آقا ما بریم دم سفارت روسیه بگیم آقا دست از سر. همین دیروز اونجایی که من بودم دوستان میگفتن ما باید به چین و روسیه فشار بیاریم. میگم یعنی چی به چین و روسیه؟ سفارت چین و روسیه تو آمریکا من برم به کی فشار بیارم؟ به مردم چین؟ نمیدونم چقدر الان دیگه 1.5 میلیارد هستن، نه؟ یعنی از هر 7 نفری 2 تاش چینیه، اون یکی یه خورده دیگه شم که هندی میشه، عجب مکافاتیه. چین ها نمیدونم، من اون کارتون رو قبول نکردم و دیدم که به جای نرسید. اون برنامه ای که هر روز یکی بگه بیاین تو خیابون باز قبول نداشتم. یعنی چی؟ فردا شنبه همه بیان تو خیابون. آقا کجا بیاین؟ چرا بیاین؟ وجه مشترک من با شما چیه؟ ولی الان میبینیم یه وجه مشترک پیدا کردن. خانما توی این گرمای تابستون از روسری خسته شدن، از بی بخاری مردا خسته شدن. شما ببینید بعد چند سال این خانما رو راه دادن به فوتبال. و برید نگاه کنید برنامه های من رو ببینید از چند سال پیش من میگن مردا بی غیرتن که تنها میرن فوتبال نگاه میکنن. اگه نری هفته 100,000 تا بلیت، این پولا تو جیبی کی میره؟ اون عباسی گور پدرش که فوش میده به فوتبالیستا، میگه دعیوس فلان، این دست من خودکار قرمز بوده، اینجوری هی فکر کنم خونیه ولی خون نیست. anyway. اون گور پدرش که فوش میده، ولی یادتون باشه همین عباسی بود که به خاتمی هم میگفت شماها نمیدونم دعیوس هستین چون دخترای ایرانی دارن میرن چیز. شنیدم شیرازیه این عباسی کوتولوئه. ولی شما نگاه کنید این 100,000 نفری که میرن اونجا خوشحاله که امروز با خواهرش نیست، با همسرش نیست، با دوستشه، بعدم میرن عرق و وافور رو نمیدونم هر غلطی میخوان بکنن. اینا هستن که حکومت جمهوری اسلامی رو نگه داشتن. هفته 100,000 تا بلیت، قیمت چند؟ اون وقت حالا تازه علی کریمی که بهترینشونه، ببین خونش چیه. خب آقا این کاخی که میسازین اینجوری حتماً باید بالای تپه باشه. خب فاصله طبقاتی ایجاد میکنی. این فاصله طبقاتی وقتی فرو میریزه اینجا گود میشه، تنها راهش اینه که این کاخو بریزن تا این گود پر بشه. این نظر منه، غلط نظر من. شما بیان بهترشو بگید تا مردم قضاوت کنن. به نظر من آقای آپتین، آپتینیزم و آپتانازم و آقای نیساری الان موقعش بود
که یکی بگه آقا من دارم میام ترکیه، یکی نمیخوام حالا این بگم، حتی به دروغ بگه من دارم میام شیراز، دارم میام ایران، دارم میام لرستان، دارم میام، بابا این عقب افتاده حقا یه دفعه گفت من دارم میام با 50 تا هواپیما میدون شهیاد فرود میان، احمق اصلا نمیدونست میدون شهیاد کجاست، فرودگاه مهرآباد کجاست، نمیدونم فرودگاه جدید کجا هست، میگو میدون شهیاد فرود میان با 50 تا هواپیما، ولی یه عده رفتن دم دانشگاه و اینا وایسادن براشون. از زمان فولادوند این دوستان هفت لنگ و چهار لنگ و نمیدونم لور ما هی به دیگران ما لوریم، شما لورا رو نمیشناسی، شما کردا رو نمیشناسی، شما اینو نمیشناسی، خب ما نمیشناسیم، شما بیا خودت نشون بده، خودتو بشناسون به ما. ما برنو گذاشتیم، آقا برنو دیگه حالا کی شلیک میکنه، اموان و برنو و اینا بنداز فلان، الان طرف تو پاکستان برید نگاه کنید، تو یوتیوب بزنید پاکستان ببینید چجوری تو بازار نشسته مثل بازار مسگرا تفنگ درست میکنن. این کلمه کلاشینکوف هم آقای چیز یاد من داد، گفت اینجوری که تو میگی غلطه، ولی یادم نیست صحیحه چی، چون اسم یه نفره. در هر صورت اینا رو میسازن، اون وقت من و شما افتخار کنیم که توی باغچه خونمون توی نمد توی پلاستیکی پیچوندیم گذاشتیم، خب یه پنج تیر میگفتن چی میگه بردارم برم چیکار کنم، تازه همینم تیرام که تموم شد یکی میزنه تو سر من، تفنگر میگیره به اونها چوب میزنه سر من. باید برنامه داشته باشه، باید یکی بیاد جلو بگه آقا من از خون خود گذشتم، با خون خود نوشتم، شعارا اینجوری بود که لرزه مینداخت به جون مامورای حکومت نظامی. پدر من اینو میگفت، از خون خود گذشتم، از جون خود گذشتم، با خون خود نوشتم، یا مرگ یا مصدق، اینجوری میگفت. بعد میگفت اصل دیدیم مردم میگن نمیدونم مرگ بر مصدق زنده باد شد، مردم این شور حسینی، این که میکروفون میگیره جلوش اون را میره میگه گشاد گشاد را نبرید، اونا هم تکرار میکنن. شما باید این ذریبا این فاکتورا اینا رو تو معادلاتتون در نظر بگیرید، طرف داره را میره یکی میگه اینجوری، اونو میگه میگه نه بابا این شعار نیست، اونم میگه نه این که میگم شعار نیست. حالا دلخوش شدیم که بچهای کلاس یعنی چی دهه 90 1401 الان نیمه اولش گذشت، درسته مهر حسیم 6 ماه اولش گذشت، یعنی چی دهه 90 90 تا 1401 یعنی 10 سال و نیم. بچه 10 سال و نیم یعنی یا کلاس 4مه یا اگه زودتر با تقلب اسمش نوشته باشن الان کلاس 5مه. شما کلاس 5م بودید چقدر میدونستید که برید تو خیابون، اونم دختری که توی حکومت مردسالاری خونه های ما بزرگ شده. بله خیلی ممنون، متشکر از یکا کلاشنیکوف میگن. ها ببینید آقای اکبری، من یه چند سال پیش این آقای آرنولد شوارتسن ایگر، شما که آلمان هستید چون اینم اتریشی بود میدونید شوارتسن ایگر، اومده بود اینجا، اینا بهش میگفتن شواتس نگر، نگر یه کلمه بدیه برای سیاپوستا استفاده میکنن، خود آرنولد اینو به عنوان شوخی استفاده میکنه، میگه من از موقعی که از اروپا اومدم اینجا این دوستان سیاپوست من رو به برادری قبول کردن و به منم میگن نگر. حالا اگه من هی اینجا و اونجا بگم آرنولد شواتس ایگر، اونا میگن این غلط میگه، یعنی میشه گفت به نوعی این غلط مصطلحه، ولی این کلاشنیکوف میدونم که یک کسی بوده اینو درست کرده و اینها، و این حقیقتا رقابت میکنه با AR-40، یه چیز اتوماتیک خوبی دارن آمریکایی‌ها، حدود 500 دلار هم هست با این AR-15 هم چیزی، اون وقتا اینا رو وارد بودن ولی الان دیگه علاقه ای نداره. خب در صورت دوستان عزیز بازم از شما ممنونم، اگر اینجا چیزی دارید که میخواین بنویسید من براتون بخونم بگید، اگر نه که امیدوارم در برنامه های آینده یه جوری، چون ما این تجربه بدی رو داریم که ما تا میمدیم آقای محمد تیرانداز از دبی میمد همش میخواست تو سر شیعه بزنه و بگه سنی ها خوبن، چون اونا تجربه تلخی دارن از دوره‌ای که باباشون پدر بزرگشون از
دوره رضاشاه رفتن مثلا کشورهای عربی، بعد میدیدیم نه اینجوری نیست که مثلا من اومدم میخوام امروز راجع به فیروز نادری صحبت کنم، راجع به جنگ داخلی از خارج صحبت کنم، اینها میدیدیم بس منحرف میشه. این بود که تلفن رو گذاشتیم کنار. از اون گذشته یه سری آدم های لو لایف یعنی پس فطرت که زندگی نداشتن، یا نشه بودن یا مست بودن، زنگ میزدن یه چیزایی میگفتن که اصلا برید نگاه کنید ویدیوهای مثلا کامران عطابکی اینا نگاه کنید اینجوریه. در هر صورت ما گفتیم آقا نخواستیم، من که نمیدم برای اون حرف بزنم، من اومدم حرف خودم رو بزنم. ولی برای اینکه به شما احترام بذارم، حالا که شما اومدید نشستید اینجا، شما هم اگه حرفی دارید بنویسید، من میخونم تا دوستانم ببینن. خب بذار به این، میخواستم برای این خانومه بنویسم به قول احمدی نژاد کجات میسوزه تا بگیم اونجا آب بریزن، بگم بابا ولش کن، این حالا یه پیرزن بنده خدایی هست تنها نشسته. یه شعری اون وقتا تو شیراز میخوندن خیلی بد بود، میگو به زمین میمالم از درد تنهایی. امیدوارم شما اینجوری نباشه وقت خودتو زخم و زیله کنی. خب ببینیم که کلاشنیکوف، آها خب دیگه اینم لاوت پشت سر هم که مینسن میشه کلاشنیکوف، ولی کلاشنیکوف درسته، مثل اسم و فامیلش دیگه، نه درست میگم؟ آها میگن احترام با آزادی بیان ارزشی بالاتر از تفاوت عقاید دارد. آفرین به شما. البته این آزادی بیان رو با احترام به عقاید نباید اشتباه کنیم. احترام به عقاید، مثلا من برای داعشیا برای عقایدشون هیچ احترامی قائل نیستم، هر جا باشه باشون بحث میکنم، البته تا جایی که خطرناک نباشه باید ازشون در بری، اینقدر خر و احمقم. ولی اینی که شما نوشتی خیلی قشنگه که احترام به آزادی بیان. بله شما اجازه بدی من صحبت کنم، من ساکت باشم، شما صحبت کنی، اون بیننده یا شنونده این دوتا رو تحلیل کنه، تجزیه کنه، تحقیق کنه، بگه این درست میگه، پس من میرم کاری رو که این میگه انجام میدم. تازه این موقعی که اگه ما از دوستان خواسته باشیم کاری انجام بدن، آقا ما خودمون اینجا کشتیم، الان دیگه داره میشه 20 سال از 2003 تا 2023 که چند ماه دیگه است، داره میشه 20 سال. گفتی آقا خودتو متعهد کن، خانم خودتو متعهد کن، مای 10 دلار 20 دلار که ما ببینیم، بگیم برای اون 10 نفری که مای 10 دلار میدن من باید بیام برنامه بذارم. نه این باشه که بگیم برای کسی بمیر که برات تب بکنه، یا بگیم دیگی که برای من نمیجوشه نمیدونم سر سگ توش باشه. این هزار تا ضرب المثل درباره این چیزا داریم، خیلی به ضرب المثل ها هم استناد نکنید، چون ضرب المثل داریم میگه یک گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، این گله چون با یک خانم خوشبو بوده خوشبو شده، یعنی انقدر اثر میذاره. بعد از اون ور مثلا میگه که تربیت نااهل را چون گلمدر چون گردوان بر گنبد است، همین چیزی، یعنی نمیخونه. به خاطر همین ما چون آدمای سفسط بازی هستیم میچرخیم اینا رو هر جا که میخوایم استفاده میکنیم که به نفع ما باشه، یعنی یک چیز واحد نیست که به نتیجه رسیده باشه که آقا این درسته، که مثلا پسر نوح با بدان بنشست نمیدونم خاندان نبوتش گم شد، یعنی اثر میذاره. اینجا میگن پیر پرشه، شما بچت اگه با یک کسی بره که هر روز این وید میکشه یا گرس میکشه، تو ایران مثل میگن گل میکشه، اگه بچت هم نخواد بعد یه هفته از بس این شیشه بالاش دود رفته، این از که میشه خمیازه میکشه، معتاد شده، خودش خبر نداره. این هم از این ماجرا. خب یعنی بعد از عید فطر به دنیا اومدن، اصلا نمیفهم. آها میگه آقا این پس فطرتی که گفتی، به انگلیسی هم میگی لولای، به عربی اگه بری پست فطرت، پست یعنی گذشته. این رهایی هم یک تنازه. خب امروز ما با آقای پدرام تنازی هم بودیم، برنامه ایشون هم تا یه ساعت دیگه روی یوتیوب حاضر میشه. دوستان ببخشید اگه ما حال خوبی نداشتیم، ولی من فکر کردم تو همین حال بدم بعضی وقتا باید با هم باشیم. دیشب مثلا یه برنامه بود یه جایی، من برای یه نفر فرستادم، امشب یه برنامه هست، که آقا کی حال داره بره موزیک و اینا، گفتم ها موزیک و رقص، گفتم اولا رقص ننوشته، نوشته موزیک، بعد ما موزیک داریم که
وقتی میخونن اشک جاری میشه. مثلا دیشب آقای جمهور اصفهانی میخواست این آهنگ شروین برایه رو بخونه، بعد میخواست سرود ای ایران رو بزنه، که گفتم آقا این سرود ای ایران برای اون زمان، حالا خالقی و نمیدونم اینای دیگه درست کردن، برای اون زمان تو اون شور هیجان بوده، اینو خیلی دنبالش نباشین، چون اگه دنبال این باشین و باید سرود ای ایران فریدون فرهی هم گوش کنی، که میگه آقا یعنی چی گل من از اون بهتره، خاک من از اون بهتره، بعدم یعنی چی ای دشمن فلان، دشمن من در این خاک و چیز هست. یه کسی اگه اینو لینکشو بذاره اینجا ممنون میشم، فریدون فرهی سرود ای ایران، بنده خدا یک چند مدتی خوند، انقدر بهش حمله کردن اصلا گو آقا من غلط کردم ولش کردم. در صورت اینم از این. و یادتون باشه حتی تو زمان جنگ برای سربازی که میخواد روحیه بگیری بره به جنگه چیکار میکنن؟ از مریمون رو گرفته تا خانم گوگوش رو میبرن که براشون آواز بخونه، براشون شو اجرا کنه. باب هوب میرفت برای اینا تو ویتنام و این ورور شو اجرا میکرد که اینا نیرو بگیرن، انرژی بگیرن. این احمق محسن اژه‌ای که میاد میگه سربازای ما 3 روز رفتن تو خیابون نخوابیدن خسته شدن، خب این نمیفهمه اگه شما میذاشتید اینا وقتی میره خونه بشینه فیلم ترکیشو نگاه کنه حال بگیره دوباره برگرده بیاد، لابد اونجا هم که میاد میخوای الجزه الجزه براش بخونید، هی درین میشه درین میشه، نیروش از بین میره. ساعت شد 3:02 به وقت نیویورک شرق آمریکا. یادتون باشه ما 3 ساعت از غرب آمریکا، الان اونا 12 است، ما جلوتریم، ما پیرتریم. و توی ایران الان باید ساعت 11:30 شب باشه. این تغییر ساعت و اینا گویا امسال هم باز ما رو اذیت میکنه. خیلی ها یه قانونی گذاشتن، هیچ کس خوشش نمیاد ولی باید حالا دوباره قانون بیاد تا این قانون رو از بین ببره. امیدوارم این از بین بره. ما که خودمون این همه مشکل داریم، منی که بخوام با دوستان توی اروپا و توی ایران در تماس باشم هی باید بزنم تایم این فلان، روی تلفنامون هر کدومون 6 تا جای مختلف داریم، ایران اینه، تهران اینه، نمیدونم اروپا اینه، آلمان اینه، معلومه تایم آلمان همیشه داره اینجا رو دارم، آلمان و شیراز، و شیراز و تهران یه زمانه، نه یه جایی هست نیم ساعت با هم فاصله دارن، فکر نمیکنم یه جای ایران اینجوری، یعنی یادم رفته من این روزا میزنی تایم فلان جا مینیسه. من مثلا با آقای پدرام دیروز مشکل داشتیم چون اونا ساعت 24 ساعته میگن، مثلا میگن 19 ما میگیم 1 بعد از ظهر، بعد برای که بگم ما 13 هستیم شما 19، زدم که ببینم 5 ساعت اختلاف داریم یا 6 ساعت، چون یه جایی اروپا و لندن و اینا 5 ساعته هستن، یه جایی 6 ساعته هستن، همینجوری میری اوبرتر 7 7 و نیم، 8 8 و نیم. در هر صورت ممنون و متشکرم از یکایی که شما، اگر در مورد چیزی خواستین صحبتی یه ویدیو ساده درست کنید، خیلی ساده، از شما تلفنتون رو تو خدا اینجوری نگیرید، دیدید اینایی که میذاره دو طرف سیان اینجوری بگیرید، اگه اینستاگرامی و اینا هستید ما اصلا کاری به شما نداریم، اینجوری بگیرید قشنگ بذارید یه جایی، فکر نکنید این 2 دقیقه است من میگیرم، از 30 ثانیه که میره شروع میکنه دستتون به لرزیدن. یه دفعه توی برنامه گفتم دوستان این اپل پشت این برای این بازه که با این میتونید یه کاری انجام بدید، چون مال من کهنه هست مدلش انجام نمیده، ولی بعضی ها مثلا 2 بار که میزنی میتونی بهش بگی دوربین رو آماده کن، نمیدونم عکس بگیر، مثل که میتونی ستش کنی، یعنی خود این یک دکمه است، یک کلیده. بماند برمیگردی قشنگ اینو میذاری، خیلی ساده نگاه کنی بهتون بگم. این لیوانایی هست که کاوچوبیه، لیوانه رو اینجوری کات کنید اینور اونورش که اینو که میذارید بره تو لیوان. حالا این لیوانه رو بذارید روی کتابی، بذارید 2 تا کتاب، تلفنو دیدید این مصاحبه‌ای که انجام میدن لوله دماغشو دندوناشو اینا پیدا میشه. تلفن یا دوربین قدیما میگفتن ای لول، یعنی همتراز یا همسط با چشم، الان فهمیدن باید فورهد پیشونی، باید با پیشونی شما. الان من اگه برم اونجا قشنگ شما میبینی این دوربین، میبینید میبینید دست من باید بیاد بالا، این دوربینه از سر منم یه مقداری بالاتر، اینجوری قشنگ بذاریدش ثابت، خودتونم ببینید اون تصویری که میبینید
دلپسند باشه و مثل ما امروز نور آفتابمون هی کم و زیاد میشه این پشت اینجوری میشه نباشه، و 10 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه ویدیو بفرستید ما براتون پخش میکنیم اگر دلمون بخواد. یادتون باشه به دلیلی که شما ویدیو درست کردید ما اجباری نداریم که پخشش کنیم. حالا اگه یه ویدیوی درست کنی که پول برنامهشو بدی اونو پخش میکنیم، ولی برای خودمون این حق هم رزرو میکنیم که بتونیم در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر آرماند نوری، اشتباه نمیگم اسمشون آرمان نیست، آرماند نوری 3 تا ویدیو تا حالا داده روی یوتیوب هست، برید نگاه کنید. ایشون سازمان پارس رو موقعی درست کرد که با رضا پهلوی هم فکر و همراه بود، ولی الان میگه من فهمیدم اینو مادرش اینا اصلا به فکر ایران نیستن. به نظر من آرماند یا آرمان نوری هم حرفای شنیدنی داره. ایشون یه زمانی هم با سرهنگ عقیلی نژاد به اصطلاح همراه و همگام بود. خب دوستان، در رابطه با تظاهرات و اینا میگن شما با این و اون اگه هم فکر باشید به جایی نمیرسید، باید هم دل باشید تا به جایی برسید. اینم جای بحث داره، یه جا بنویسیم یه تاپیکی در موردش صحبت کنیم. من بیام اینجا یه نگاهی بکنم برای آخرین بار به این فیسبوک و ببینم اگر شما اینجا چیزی ننوشتید جدید، من هم خداحافظی کنم و برم و بگم از برد دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرد دل کی دگرگیری نشان. هفته آینده میشه پس بدره، بله، یعنی بعد از عید فطر. خب اینم هست و اینها. اینجا شما چیزایی که مینویسید من مثلا 4 تاشو میبینم، بعد باید برم بزنم اینجا مثلا نشته 32 تا کامنت، بعد اینو که مینویسم اون وقت اونها پیدا میشه، هی باید بریم پایین و اینا. در حین اجرای برنامه خوندن و اینا مشکله، ولی سعی کردم تا اونجایی که میتونم بخونم. خیلی خوشحالم که تو این شرایط سخت تونستم 1-2 ساعت امروز با شما باشم. از آقای پدرام طنازی تشکر کنم، از همسر ایشون خانم مهرناز موسوی تشکر میکنم، و این ویدیوها به زودی روی یوتیوب قرار داده میشه و روی یوتیوب لایو هم همینجوری چیز میشه. یه خبر خوبی که اونم دستخوش این وقایع شده اینه که الان چند هفته است تلویزیون مردم روی روکو و روی آمازون هم هست، تلویزیون های جدید که به نام تلویزیون هوشمند هست. توی آمریکا 3 تا سیستم داره، یکیش اپل، یکیش آمازون، یکیش روکو. برعکس اون چیزی که همه فکر میکنیم اپل و آمازون باید بیشترین باشن، نه، روکو 90 میلیون خیلی ها 90 میلیون استفاده میکنن توی آمریکا. حالا اونجا هم اگر اومدید شما وقتی برنامه بذارید تو تلویزیون مردم، ما اون دوتا رو مجانی براتون میذاریم اونجا، اونجا مردم برن ببینن. اگه جایی هستید که روکو دارید، نه اون روکو و سجده و اینا، نه، روکو ROKU یا آمازون فایر تیوی دارید، بگردید تلویزیون مردم رو هم به اصطلاح جزو تلویزیون های فیوریت یا محبوبتون بذارید اونجا و از کیفیتش هم ما رو مطلع کنید. بازم از شما ممنون و متشکرم، با امید این که فردایی بهتر در انتظارمون باشه و آیندهی روشنتر. که آیندهی من و شما کیه دیگه؟ الان بچه های ما هم نیستن، نوه های ما هستن. روز روزگار بر شما خوش.